آنچه گذشت گذشتیم از تهران، هم پای مفتش به خانه خوشنویس در آمدیم. خوشنویس در بند شد، خاک ما نفسرده بود از پای لشکر مایوس و برافروخت از داغ تجاوز. گره این بند به لب و دندان گشودنی است، نه سرانگشت دست. خوشنویس همیشه خوش سخن نیست، دهن که باز کرد در برزخ باز شد به روز آشنایی با ابوالفتح صحاف. ابوالفتح از بانیان انجمن مجازات بود. رضا تفنگچی آن عهد را در اثر تلقینات به خدمت انجمن درآورد تا عامل ترور اسماعیل خان رئیس خائن انبار غله باشد که شد. تأمینات اسیر حیلت‌های خاص خود دانه‌های مکر می‌پاشید تا صید پا در دام گذارد، و صید صیادی بود آشنا به دام و دانه. رضا انگشت بر ماشه تپانچه داشت، تپانچه آتش شد، متین السلطنه جان باخت. اعلان موجودیت انجمن سری مجازات و اعلان موضع دولت وقت و تصمیم در براندازی انجمن، طرح ترور هزار دستان. شب است، راز را بگو حتی به محتسب، با زبان بی‌پروای مست دهان باز را مشت بسته پر می کند. و شعبان به عقوبت گرفتار دیجاندار. نفوذ هزار دستان بنجمن شب شکست ابوالفتح است و روزگار بیپناهی رضا. ابوالفتح خسته از رنج دی گل به بهار سپرد. شعبان تناب پوسیده نظمیه را گسه است. این سر سودایی را سلمانی هم دوانه کرد تا توهی مغزی سرش از درد اندیشه راحت کرد. قسمت یازدهم. شنیدستین هم شنو، یکی داستانیست پر آب چشم. دل نازاک از رستم آید به خشم. چشم بد دور که امروز دو شیر از بلد بیشه ایران، ز گردان و در ایران دو تن. چشم سهراب افتاد به قد مردانه نیزدار، چه سهراب جنگ آور او را بدید، به پجما در جا و دنبر کشید. بدو گفت ای رسته از چنگ شیر، چه بودت که باز آمدی خیر خیر. دوبارت امان دادم از کارزار، به پیرید بخشیدم ای نامدار. دیگر ره چرا سوی جنگ آمدی؟ همانا پی نام و ننگ آمدی. تهمتن چنین داد پاسخ بدو که ای بیهوده مرد پرخاشجو، بکن صبر پوشم سلیحم ببر، از آن پس به کشتی ببندم کمر. ز کین خیل تورانی به دل پیچیدم دودی، بخواهم تن بیارایم بر این خفتان نمرودی. زره در بر نمایم من کنون از مال داوودی. کمر را تنگ باید بست از بحر سریر جان، اگر خواهم کنم خدمت به کیکاووس از احسان. اگر چه دانم این بخت بد و این بحر بی پایان، زنم اندر کمر من از جفا این خنجر خونریز. که کچ کچ همچه ابروی دلارایان شورانگیز. مریزا دست استادی که سیغل داده کرد دشتیست، به چنگم گر بیفتد حال روز وقت رستاخیز. بدرم پهلوی سهراب را من از دم خنجر. عرقچین کیانوشی بود میراث لهراسب، نهم خود کیاومرسی.
به تارک هم چود جرشاست روم بر جنگ سهراب اون حجبر بیشه غالب روم یا جان و سر بازم در این ره یا بیارم سر دیگر ره به کشتی نهادن سر گرفتن هر دو دوار کمر دو دست مردانه رستم دو طرف کمر زنجیر سهراب سر به سینه عقبش توانید دید از عهده بر نمی آید به یزدان بنالید که کردگار تویی بهتر از گردش روزگار تو دادی نیاگان من را هنر که بر رزم دشمن ببستن کمر مرا هم یکی نیرو و زور بخش به میدان کین تابش هور بخش زدش بر زمین بر بکردار شیر بدانست کو هم نماند به زیر سباک خنجر آبگون برکشی بر پور بیدار دل بردری خنجر تا پر عقاب نشست به تهیگاه سهراب کشش به خنجر چشم سهراب به پهلوی خونالو بپیچید از آن پس یکی آو کرد زنی کو بد اندیشه کوتان کرد بدون گفت این بر من از من رسید زمانه به دست تو دادم کلید کنون گر تو در آب ماهی شوی و یا همچو شب در سیاهی شوی روی چون ستاره اگر بر سپر ببر ریز روی زمین پاک مه که خواهد هم از تو پدر کین من چو بیند که خشت است بالین من رستم تعجبان پرسید کو اون پدری که حق تو را از من بگیرد سهراب نالید و گفت پدرم رستم چو بشنید رستم سرش خیره گشت جهان پیش مجلس سهراب کشی بود و چه ماتمی است مرگ خوبان به دست خوبان اما اندوه من از نقل نقال نبود سوز دل خود داشتم که سهراب بی پدر بودم خنجری که پهلویم را می شکافت تیغ جهان پهلوان نبود دشنه یک قدار بند نو خواسته بود نوشداروی من در جام گریز بود فرار برهنه ببین این تن روشنم به بازوم برمو از حضور در آن محفل دو منظور داشتم که حاصل شد یکی در خفا نمی مردم خون بهدر شعبان هم میان جم دست به قدار نمی شد آن ماه را دید همه جام برخیشتن برداری دویام شعبان خام را میپختم که عزم فرار ندارم با ناله گفت مادرم تهمینه این بازوبند به بازوی من بست و گفت از پدر یادگار به توسط این رستم تو را خواهد شب را به تدبیر سر کردم صبح را با خطا آغاز همیشه نصف کار من خطا بود شاید برای همین شدم خطاط لطف مشموسا مسبب این خطا کاری بود بدرقه مشموسا که برای تودی آمد رد پایی شد به راهیابی شعبان به کاروانسرا
بچه کنم. آهای رضا کدوم سلاخی باز مچه ها؟ تپده تو چا؟ این چا بو آدم ازاد میاد و الان نسبت آدمی چا بوسا کفتر چایی هم که بشی میاد تو چا بالتا میشکولم اگه مردی رضا یه دم خودت به من برم تا قیمه قیمت بکولم خونه تا زدندم خرط پرتتم رختم تو گچه یه لختی ها چپ ها کرده بیرون مورینه بیشتر داشته تیر و تخته پشمونه ککوساس را افتاده زیر گذر آینه چراغ سر عقل ننتم خورد خاک شیر کردم پاشو میگم باشه خورده ششاش جمع جور کن بده چوبکی ده بده نمکی بیری سر قبل بابای تو به تو چه
شبون، من اینجا هم تو چا، اینجا خیلی خبر است. جلسه انجمن مجازاته به حکم هزار دستان. یه حکم ماموریت تو بگیر. مجلس بی شبون استخونی صفا نداره. هزار دستان داده مغنی ها زیر نق زدن از دیواره چاه به امارت کلا فرنگیش. را مخفی از دهنه چاه است. برو پایی، برو پایی نه. بعد هم تو برو نه. خب برو نواز، برو پایی، برو. سر صدا نکنم، سر صدا نکنم. خیر olsun. Özünden miyakat ol. Aslandan miyakat ol. Sen de özünden miyakat ol. Biz iki yok. Sen bir. Arar battı hükmüne mutiyem. Ama Allah'tan uzak değil ki bu sefere rıza değil. Bir müddet de geç gelirsiniz. Herden de gelmirsiniz. Dünen gece harasanıdız. Hiç yatmadız. Sen de uyakadın. Nece olar yatmak tifanlı deryada. Erim nahoş, garip, yalgız. Ben de eğer hekimlerden elim üzüle, dükkanı sataram, pulun yolu yaram mihriyeve, kalanı da aslana. Boşanma hadi getirirsen. Pes siz de familin kişilerinin yolunu tutmuşsunuz. Bari em kız. Bir insaf, hele ki arvadım, beni ceyran sesle ayrılık zamanı. Gece görüşüvize gelirim kervansarayla. Bu benim bahtimdi ki her şehirde bir familimin kabristanıydı. Tehran'da oldu bu amoğlunun kabri. Bir insan. Hele ki diriyem. Arvadım. Bana Ebul Fahd sesle. Be khud ey bedi. Şaban an kuh cahil ra andaktan be çah mekr. و خود با کاروان چاوشخان دست به دامن صاحب اسمم امام رضا شدم. از وقت پناهجویی به آن استان قدس تا ورود به دربخانه جلال الملک دفتر ایامی است که باد نسیان پریشانش کرده. قبل و بعد آن را گفتم به قدر کفایت. صراحتا اقرار میکنم مجدد به دو قتل، ترور رئیس انبار غله و متین السلطنه. آزادی. واقعا که داستان عجیبی بود. تامینا چیزی از این ماجراها نمیدونه. علت دستگیری تو در حقیقت سرکیسه کردن یه آدم متمول بود. اما چیزی که نصیب ما شد این کیف لکنته بود. میدونی چه سرمایه ای تو این کیفه؟ اینقدر هست که دهن منو ببنده و حرص رئیس رو ارضا کنه؟ با فروش چند تا از این خطا بیشتر از اونی که میخواستی بهت میرسه. مطمئن باش. رختاتو بپوش ببرم ات شهر. دیگه نمیخوام برم تو اون بالا خونه. حالا دلم میخواد
رضا تفنگچی باشم، نه خوشنویس. حاضرم همه وقار پیری رو بفروشم به یک دم سبکسری جوانی. رختامم نمیخوام. یه دست لباس آریه بهم میدی؟ میخوام شکلم از خوشنویس برگردونم به رضا تفنگچی. میبریم سلمونی؟ آره، چرا که نه. من یه کار نیمه تموم دارم، یاری کن، پول خوبی گیرت میاد، زیاد. ابوالفت میدونه هزار دستان کیه. اگه بتونیم ابوالفت رو پیدا کنیم، دفترچه رمز پیششه. ابوالفت میدونه که رضا تفنگچی قرار بود کیو ترور کنه. من گرفتارم موسیا آوانس، نمیتونم بیام گاراژ. آلبرتو بفرست ماشینو بیاره، موتورو ببره. خیلی خوب، یادداشت کن. اوایل لاله‌زار، دست راست، سالن آرایش، مد روز. برای کشه بریانتی؟ روغن نه، آب. های ابراهیم، بیا بیا بیا، این کلید ماشین موتور من خودم. برد استاد خوشنویس، خیلی تغییر قیافه دادی. اصلا شدین یه چیز دیگه. این قیافه جدیدتون برای من خیلی آشناست. به همون نسبت برای من غریب است، هنوز به خودم عادت نکردم. ماشین تازم رو دیدی؟ عروسه. برو بالا، بیا. تو باید از در پشتی بری. نمیرم. ورود مگس از این در ممنوعه. نمیدم. میگم نمیدم. بگی به من. راست تو بکش، نمیدم. بگی به من. چی خبر کرد زاین؟ زاین؟ چی شد؟ دعوا؟ لاله‌زار؟ شما رفتن چرچاهه. شما چک و چونه اینو له لورده چرچاهه. دلش کن ببینم. عصبانی نکن. بفرمایید. آقا پسر بیا. بده به من. میگم دستتو بکش. اینو نگردم. برو بیکار. نمیرم. مگه دست توئه؟ بفرمایید. تعظیم از کردم. سلام. اون دفعه حساب نکنی جانه، من از پا نمیذارم گران هتل. از خرجان باقا
قول میدم بار آخر باشه. امیدوارم نهار باب تب مهمونای عزیز بوده باشه. لذیذ بود آقای مدیر. واقعاً لذیذ. کانگای عراق سید. یه قواره براتون گذاشتم کنار. محبت کردیم. لطف کردیم. زلالی مستدام. خدا نگه دارم. قربان شما. خدا حافظ. آمو جان. آقای مدیر. تلفن باشه. بگید الان میام. گوشی باشه. موفق. قربان شما. میتونم منشأ خدمتی باشم؟ استاد خوشنویس از هنرمندان یگانه عصرند. آه، اهل موسیقی و تئاتر؟ خیر آقا، بنده یک خطاط بی مقدار مختصر هستم. آقا زیادی لطف دارم. یک اتاق شایسته و مناسب ایشون. طرف خیابون سر و صدا داره ولی چشم‌اندازش جالبه. من سالها در خلوت بودم، هیاهو رو به سکوت ترجیح. معذرت میخوام حضرت آقا، چه مدت قصد اقامت دارن؟ این بستگی داره به جاذبه تهران و پذیرایی گراند هتل. آه همون شماره همیشگی رو بگیرین. اصابه من با اون تلفن صحبت میکنم. بفرمایی سرکار مفتش پشت خطن. الو، لطفا خط رو نگه دارید. لاله‌زار تهران این روزا خیلی تماشاییه. از داخل گراند هتل شما میتونید تمام روز شاهد یک کارنوال باشکوه باشین. نماینده های ارتشای دنیا با اونیفورمای جالب در کنار ایرانیایی که رفته رفته شبیه اروپایی ها میشن، چهره شهر رو شادابتر کرد. در روزهای اشغال پایتخت چهره شهر شادابتره؟ تصور بنده اینه که ورود ارتشای بیگانه برای مردم ایران یک توفیق اجباریه که در رویه زندگی اجتماعی اونا تاثیر فوق‌العاده‌ای داره. خلقیات اروپایی ها، خصوصاً امریکایی ها که باید سرمشق ملت ما باشن، جز از طریق برخورد میسر نبود، چون عامه مردم بذات سفر فرنگو که نداره. گفته میشه که ارزاق عمومی کمه، رفتار خارجی ها با مردم مناسب نیست، مردم در مضیقه هستند. مردم کی در مضیقه نبودن؟ اطمینان داشته باشید برای شما افراد ممتاز جای هیچ گونه نگرانی نیست. خارجی ها بیشتر قدر هنرمند رو میدونن تا ما، به همین جهت اونا هنرمند بیشتر دارن تا ما. بر تقدیر اتاق من در مجاورت اجانب نباشه. اینا مهمان نیستن آقا، اشغالگرن. امان از دست حساسیت شما هنرمندا. البته نظر سیاسیون چیز دیگه ها. به قول رئیس الوزراء اینها می آیند و می روند، کاری به کار ما ندارن. شکر خدا که من سیاسی نیستم. اوامرتون مطاعه. بفرمایید کمی استراحت کنید. چمدون آقا؟ تنگ آب و زیر سیگاری فراموش نشه. من مبتلا به آب و سیگار. مهمان در مهمانخانه باید راحت تر باشه تا خونه شخصی. از هر نظر در خدمتم. آهای پسر. چمدون آقا؟ نصب کن. بار این چمدون برای این نوجوان خیلی سنگینه. توفت شما قابل تقدیره، ولی مروت شما تغییری در صورت مسئله نمیده. این رسم هتل‌ها در سر تا سر دنیاست که از نظر تشریفاتی خدمه هتل نوجوان‌ها هستند. بار اصلی به دوش حمالایی پشت صحنه است. سلام. چمدون آقا رو ببر. چشم. بفرمایید یه فنجون چای یا یه نوشیدنی صرف کنید تا اتاق آماده بشه. بله. بفرمایید. بله بله. یار از سفر آمد. صدام کنم.
اتاق حاضره. بفرمایید. همین الان با مسئول مربوطه تماس تلفنی داشتم. صبرشون تموم شده. به هزار زحمت تا شب فرصت خواستم. کارو تموم کن. پولا باید نقد باشه. بعد از تعطیل سالن غذاخوری وقتی هتل خلوت شد. از هتل که خارج نمیشی. خیر، جایی رو برای رفتن ندارم. تا پایان کار باید نهایت احتیاط کرد. این روزا برای تشخیص ستون پنجم آلمانا به همه مشکوکن. من آمدم 30 سال دیرتر، 30 سال پیرتر. تهران شهر اشغال شده. موتن مادر، کی بزک کرد تو را به این هیئت شنی؟ من پیر آمدم، نه به خود خواهی، به خون خواهی. سلام. بفرمایید. بفرمایید. سلام قربان. بفرمایید. در خدمت شما هستم. سلام. بفرمایید. نهار که میل نکردیم. خیر، نان و ماست. سالها آرزوم دیدار شماست، دیدار مردی که گنجینه هنرش را از من پنهان کرده. من امروز به پای خودم آمدم اینجا تا اون دفینه هنرم را یک جا به شما بفروشم. صبر کنین، بعد از صرف غذا خبرهای هیجان انگیز اشتهای من را تحریک میکنه. ممنون، زحمت نکشید. بس
بر رو ببر ببین چی آوردم. هندوانه متشکر محمد زیاد خدا حافظ. در خرید آثار هنری هر قدر که سخاوتمند باشی باز ممسکی. توانگری ما همیشه مغلوب درویشی شماست. بیشتر بخواین، بیشتر بخواین. مزایقه نمی کنم. تعیین قیمت هنر از هنرمند ساخته نیست. در خرید خونه دل ادب معیار باشه بهتره تا مروف. هنر رو وقتی به عشق میفروشی سود کلانی کردی و غیر عشق قیمت در حکم خونبهاست. کم و زیادش برای رفع حاجته. احسنت. این مقدار پول کاغذی مشکل منو به آسانی رفع میکنه. قصد داریم مشکلات شما رو افزون کنیم با سفارش یک کار تازه. مواظب ماشین باشه. چش خور باش. چش چش برنیم داری بینم یه دور بینم این مچه چه سلام خورم یالتون راحت بشه. جواب نمیده. از هتل که خارج نشدن مطمئنا. نه دارن میان. سلام قربان. میخوام یه چند دقیقه با آقا در سالن مجاور صحبت کنم. بفرمایید، سالن در اختیارتونه. نوشیدنی میل دارید؟ نه نه متشکرم، یه صحبت مختصره. بفرمایید. خواهش میکنم. اونجا
الحق شما به وعدتون درست وفا کردی. حالا وقت اجرای تعهد منه. گذاشتن دست هنرمند شما در دستهای باوفای همسر محترمتون. اتومبیل بیرون جلوی دره. من شخصا شما رو صحیح و سالم به خونتون میرسونم. ترتیب صورت حساب گرفتن اساسیه باشه برای بعد. فعلا قصد ترک هتل رو ندارم. اگه شب و قصد سفر نداریم فردا صبح خدمت میرسم. یک شب اقامت در هتل 4 ستاره خالی از لطف نیست. اونم برای شما که روزهای سختی رو در اون استبل متروک شب کردیم. من مصممم بمانم. قصد رفتن به خانه رو ندارم. کار شما با من تمام شد؟ بله، من در نهایت رضایت از شما تقاضای عفو هم دارم. منم از شما راضیم و ذره ای از رفتار گذشته مکدر نیستم. دوستی شما سبب بیداری من شد. پیر خفته ای بیدار شد. شما ندانسته یک آدم دل شکسته از دنیا را امید زندگی دادین. حالا من مخیرم در ادامه راه خوشنویس باشم یا تفنگچی. من برگشتم به 30 سال قبل با پایانی نامعلوم و شاید بی بازگشت. شر شما سبب خیر شد. هزینه ی اقامت دارین؟ کار میکنم. تازه بچه رو قربان چیده شما؟ بندم چاکرم قربان. شری شری تون بفرم. خیلی ممنون. هوا میری نیست قربان؟ یه بوری دیگه بابا تمام سیگارا. ایش بریم قربان بریم. خوبه گفتی چی رو ردش کنم؟ سیگاریه رو بابا چه؟ سیگاریه رو آخی سلام عرض بکنم. لطفاً بخونید. خواهش میکنم کجا شد بلند بلند بخونید تا از خبراش با خبر بشم. خیلی مخلصم. بیاریم سرکار، گوش کن چی میگم. کاملا مواظب ماشین باش. نظر کسی بهش نزدیک بشه. متشکرم. چش. خوش اومدید. سلام سردار. سلام علیکم. هاواری چطوری خوبی؟ هاواریتون باشه. آفرین. منم بهتون هاواری. چه جوابی؟ متشکرم. خدمت خوش اومدید. خواهش می‌کنم. مردمتون گرامی، بفرمایید خواهش می‌کنم. خیلی خیلی خوش اومدید. بله. اتاق 113 لطفاً. اطاعت. الو جناب خان، سرکار مفتش اجازه شرفیابی میخوام قربان. منتظر باشن. تشریف میارید سالون؟ تا ببینم. بسیار خوب قربان. بفرمایید. بفرمایید. مسابقه فوتبال نهایی تهران روز جمعه 11 اردیبهشت در پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه صورت خواهد گرفت. علاقمندان با دریافت بلیط‌های 5 ریالی، 6 ریالی، 10 ریالی و 20 ریالی می‌توانند در میدان امجدی حضور به هم رسانند و این مسابقه دیدنی را تماشا کنند. علاوه بر محل‌های فروش که تعیین شده، در گیشه امجدی روز جشن بلیط فروخته می‌شود. گل جانم اینجا. ببخشید یه نفر بیرون شماره کار داره.
منو میخواه؟ بله قربان. ببخشید الان میرم برمیگردم. بفرمایید بفرمایید. استدام دست شما در نکنه. یه بیرون تو حسابتو برسم. خوش اومدی. یه بیرون چی کار؟ اونجا چی کار میکردی؟ چرا همچین میکنی؟ اونجا چی کار میکردی؟ نیم وقت شد بیرون یه دفعه دیگه اینجا پیدا شد. شلوارم الان پاره میشه. جفت گوشتم میشنم. نیم دزم بگم بلکو. برو گم شد. تشریف آوردن. خانهاکم خانهاکم بفرمایید خانه حاکم. اینم امانتی حضرت عالی، فقط جلدش عوض شده، از کیف رفته لای روزنامه. بس که این ماده لغزنده است، بر تقدیر متعلق به شماست. تمامش؟ به علاوه براءت کامل شما از جنایات نظمیه که میتونید با سرآوضع سابق بی ترس از مجازات محبوسین آزادانه میان جمع بگردید. در نظر از مطبوعات از شما چهره مقبولی بسازن جهت عامه. از همین یومیه شروع شده. بگذارید ببینیم چه رقم زده. میبخشین خانه حاکم. من وسیله دیگه برای استتار اسکناس ها ندارم. بگذارید پیش اون دسته 10 تومانی. یه وقت نخواین بگین کار خوشنویسه. دست هنر را آلوده نکنین. من واقعا شرمنده‌ام.